صبر کن. خب بفهم. ذکر حرکت چنگزخان به جانب نخشب و ترمید. چون سمرقند مستخلص شد و پسران جغتای و اوکیتای را به خوارزم روان کرد، بهار آن سال در کنار سمرقند بگذرانید و از آنجا به مرغزارهای نخشب آمد. تابستان به آخر رسید و چهار پایان فربه و لشکر مرفه شدند. بر قصد ترمید روان گشت. چون آنجا رسید رسولان بفرستاد و ایشان را به ایلی و متابعت و تخریب قلعه و حصار خواند. ساکنان به حسانس قلعه که نیمه از سور آن در میان جیهون برآورده‌اند مستحضر بودند و به مردان و عدت و ساز مغرور قبول ایلی نکردند، به مکاوهت پیش آمدند و از جانبین منجنیق بر کار کردند و روز و شب از خصومت و پیگار نیاسودند تا روز یازدهم را قهرن و قصرن بگشادند و از خلق مرد و زن هر کس که بود به صحرا راندند و بر لشکر به نسبت شمار بر عادت معهود قسمت کردند و تمامت را بکشتند و بر هیچ کس ابقا نکردند. و به وقت آنکه فارغ شدند عورتی را دیدند، گفت بر من ابقا کنی تا مرواریدی بزرگ دارم بدهم. بعد از مطالبت مروارید گفت آن مروارید را التقام کردم، شکم او بشکافتند و حبوب مروارید از آن برداشتند. خب ببخشید. التقام یعنی چی؟ التقام لقمه فرو بردن. آها، از لقمه اومده. خب بعد اون چیزی که گفتیم الان حدودا نصفش رو خوندیم، جریان اینجا حدودا مشخص بود دیگه. چی شد؟ حمله کردن کجا؟ سمرقند، ترمز دیگه. ترمز. حمله کردن ترمز و ملت رو آوردن و همه رو قتل عام کردن بعد از اینکه چیز شد. درسته؟ خب چون از نهب و قتل فارغ شدند به ناحیت کنکرد و حدود سمان رفت و زمستان در آن حدود به آخر رسانید و آن نواحی را نیز به قتل و تاختن و کندن و سوختن پاک کرد و تمامت بدخشان آن حدود و بلاد را لشکرها فرستاد و بعضی را به لطف و اکثر را به اون مستخلص و مسلم کرد، چونان که در آن نواحی از مخالفان اثر نماند و فصل زمستان به آخر کشید، عزم عبور کرد و این در شهور سنه 17 و 6 بود. ببخشید این داستان کشتن مردم ترمز که یه بارم شکم همه رو همه کشته ها رو میدارن دنبال مروارید خیلی معروفه، من جای دیگه خونده بودم. یعنی یکی از چیزای مثلا یکی از اوجای وحشیگری مغولاست. ببخشید من خیلی تمرکز ندارم، چند تا کار با هم میکنم. شکم توی اینجا گفت فقط شکم اون زنه رو دریدن، درسته؟ نه دیگه، شکم زنه رو دریدن، مروارید رو پیدا کردن، بدین سبب بفرمود تا شکم کشتگان رو میشه کافتن. داشتم دو دنبال کلمه میگه تا شکم کشتگان رو میشه. اوه 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 اوکی. خب چه وحشتناک. ترمز رو پس خیلی چیز کردن، خیلی آره. خیلی بد با ترمز رو برخورد کردن. ذکر عبور چنگز خان بر معبد ترمد و استخلاص بلخ. بلخ از کسرت قلال و انواع ارتفاع از بقاع دیگر مرتفع تر بود و اعراس آن را از بلاد دیگر متسع بیشتر و در قرون پیشین بلخ در بلاد شرقی به مثابت مکه بوده است در بلاد غربی. و فردوسی میگوید به بلخ گزین شد بدان نوبهار که یزدان پرستان بدان روزگار. مرانجای را داشتندی چنان چون بر مکه را این زمان تازیان. تازیان ببخشید. قلال یعنی چی؟ جمع قله من پیدا کردم. آره. ارتفاع هم بشه محصول کشاورزی. آها. اون بیت بعد بلخ گزینه. آره، یه کسره داره. بلخ مرکز چیز بوده دیگه، مرکز بودایی ها بوده. اون معبد نوبهار هم همون اسم معبد درسته؟ یه معبد بوده در بلخ، نام معبد نوبهار. نمیدونم که برمکیان نمیدونم اسم مکانه یا زمان نوبهار منظورش. معبد نوبهار داریم در بلخ. حالا این شاید با جفتش بازی، یعنی بازی کرده با اون کلمه، ممکنه. ببخشید ببین میگه به بلخ بودیم. حالا نمیدونم، من فکر میکنم همون معبد نوبهاره، ولی میگه که یزدان پرستان بدان روزگار مرانجای را داشتندی چنان چون مر مکه را این زمان تازیان. حالا
یزدان پرست نبودن دیگه، بودایی بودن، ولی خب بودایی یزدان پرست نیستن؟ نمیدونم. بله بله، این معبد نوبهار در بلخ که از نواویهارا برگشته تبدیل شده به نوبهار، مال زرتشتی ها هم آتشکده داشتن و معبد بودایی هم بوده. خب بفهم. چنگیز خان از معبد عبور کرد و متوجه بلخ شد. مقدمان پیش آمدند و اظهار ایلی و بندگی کردند و انواع ترقو و پیشکش پیش کشیدند. ترقو یعنی طعام و شراب. و بعد از آن به علت آنکه شمار می باید کرد، فرمان شد تا هر خلق که در بلخ بود تمامت را به صحرا آورند و شمار کردند. و بعد از آن سبب آنکه هنوز سلطان جلال الدین در نواحی شور و آشوبی می انداخت و اسب در میان عناد و لجاج می تاخت، بر ایلی ایشان اعتماد نمی نمودند. خواسته نواحی خراسان را بلکه چون دریای فنای بلاد و عباد در موج بود و طوفان بلا به آخر نرسیده بود، دفع آن را هیچ حیلت در امکان نمی آمد و چون اجل پایگیر شده بود ایلی دستگیر نمی شد و نه به انقیاد و ازلال پشت باز می توانست نهاد و اسیان خود زهری بیگمان بود و دردی بی درمان. انقیاد یعنی تسلیم شدن. سخت بود. می گفتش که چی؟ می گفتش که اینا خواستن که چیز بشن، خواستن که تسلیم بشن، ولی به خاطر آشوبی که تو خراسان بود دیگه تسلیم شدن هم چیز نبود، جواب نمیداد. این چون عجل پایگیر شده بود ایلی دستگیر نمیشد. این دیگه آقا مثلا قضا رسیده بود سرشون دیگه، با ایلی هم نمیتونستن ازش در برن. بفرمود تا اهالی بلخ صغیر و کبیر، قلیل و کثیر را از مرد تا زن به صحرا راندند و بر عادت مرد. ببخشید زهر جان، من فکر میکنم داره میگه که چون سلطان جلال الدین هم اون موقع اونجاها در واقع مقاومت خودش رو شروع کرده بود، چنگیز خان دیگه اطمینان نمیکرده، میگفته احتمالا اینا به زبون میگن اوکی، بعد که ما رفتیم دوباره شروع میکنن مبارزه کردن، دیگه روزه بیشک نمیگرفته، همه رو میکشته. من اینجوری برداشت میکنم. من نمیدونم بقیه چی فکر میکنم. ادامه بدم؟ نمیدونم. خیلی کسی نظری نداره؟ بارو فکر رو همینطوری همینه دیگه. آها خب خیلی خب باشه، بفهم. و بر عادت مألوف بر معین و علوف قسمت کردند تا ایشان را بر شمشیر گذرانیدند و از تر و خشک اثر نگذاشتند. از مدت‌ها وحوش از لحوم ایشان خوش عیشی می‌راندند. سبا بی نزاع با ذئاب در ساختند و نسور بی نشور با عقاب همخوان گشتند. اینجا سبا یعنی درنده‌ها، ذئاب گرگ‌ها، نسور کرکس‌ها. نسور یعنی چی؟ نسور هم فکر کنم منظور دعوا و اینا بوده. این چه سن نزاع باید باشه دیگه. یعنی دیگه اینقدر جسد زیاد بود کسی با کسی دعوا هم نمی‌کردن دیگه. سوروسات لاشخورا بوده. مهرداد نیست که لذتش رو ببره از این توصیف. خیلی غم انگیزه. خیلی. نه خب مثلا ببینید دیگه اینا چیزام کردن، تسلیمم شدن. چیز نیستش که مثلا جنگیده باشن. آره دیگه، خیلی واقعا شرم‌آور. واقعا حالا نکته اینه که آقای جوینی داره اینا رو به صورت خیلی حماسی احتمالا تو زمان خودش میگه که اینا چجوری مثلا همه رو کشتن. نه اتفاق نمیدونم، خیلی سخته آدم قضاو. به نظر منم فکر میکنم مثل فرزونه، فکر میکنم داره یه جورایی طرف داره، یعنی در حال ایرانیه. آره خب میتونست اینا رو ننویسن اصلا، یا اینقدر از فردوسی و اینا. به نظر من کسی که از فردوسی زیاد اشاره میاره حواسش هست که داره چیکار میکنه. نمیدونم. خیر ایشالله. ولی خیلی غم انگیز، آدم واقعا دردش میاد. خیلی توصیف وحشتناکیه که وحوش از لحوم ایشان خوش ایشی میرانه. داره واقعا. خب بخون.
کلیه و جریه جعار و ابشری به لحم امرئی لم یشهد الیوم ناصرا. ای کفتار بخور و بکش او را و بشارت بده به گوشت مردی که امروز یاری کنندهش حاضر نیست. و آتش در باغ شهر زدند و همت مقصور کردند تا فسیل و سور و دور و قصور را خراب کردند. قال الله تعالی و این من قریتن الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. در آن وقت که چنگزخان از حد پشاور مراجعت کرد و به حدود بلخ رسید، جماعتی از پراکندگان که در کنج‌ها و سوراخ‌ها مختفی مانده بودند و بیرون آمده، تمامت ایشان را بفرمود تا بکشتند و آیت سنعذبهم مرتين در شأن ایشان به تقدیم رسانید و هر کجا دیواری بر پای مانده بود بینداختند و به تازگی آثار عمارت از آن بقعه محو کردند. اون آیه قبلی معنیش این میشد که قریه ای نیست جز آن که ما قبل از روز قیامت اهل آن را هلاک کنیم و یا معذب به عذابی شدید نماییم. این قانون در کتاب نگاشته شده است. این دومی هم به زودی آنان را دوبار عذاب کنیم. صدای من میاد؟ بگو. دارم میگم این وقتی که به آیه قرآن استشهاد میکنه، شاید واقعا اونقدر که ما فکر میکنیم طرف ما نیست، یعنی کاملا داره، نه به حال چیز قضا و قدریه دیگه. اون چیزی که میگه چنگیز گفتش که آقا من عذاب خدا هم که به خاطر گناه های بزرگای شما نازل شدم، اینو خیلی ها اعتقاد داشتن بهش. و مشابه اینم مثلا اولین واکنش انگلیسی‌ها به حمله وایکینگ‌ها همین بوده. یعنی تا مدت‌ها قبل از اینکه یعنی چیز بشه مقاومت بکنن علیه وایکینگ‌ها، واکنششون این بوده که آقا این چیز گناه‌های خودمونه. اوکی. بفهم. تبکی دورهم ابدا علیهم و کانت مألفاً للذهینا. و قفنا معجبینه به ها الان و قفنا اندها متعجبینه. خانه هایشان که روزگاری محل عزت و ارجمندی ایشان بودند پیوسته بر آنها می گریند. توقف کردیم در آن حالی که از آبادانی آنها شگفت زده بودیم تا اینکه ایستادیم نزد آن در حالتی که از ویرانی آنها در تعجب بودیم. چون از کار کشش بلخ فارغ شد، پسر خود طولی را به استخلاص بلاد خراسان با لشکری انبوه نامزد کرد و به نفس خود متوجه طالقان شد و قلعه آن به نصرت کوه موسوم بود و با حصانت تمام. مشهور به مردانی که همه مستعد اکتساب نام بودند، هرچند رسولان و ایلچیان فرستاد و آن جماعت را به ایلی خان تن در ندادند، جز به قتال و نزال مایل نشدند. بر مدار قلعه حلقه کشیدند و منجنیق بسیار بر کار کردند و از حرکت نیاسودند و ارباب قلعه نیز از اجتهاد پهلو بر زمین بنسودند و از جانبین مقاتلت سخت و جراحات بسیار داشت. ببخشید معذرت می‌خوام، این طالقان هم رفت به طالقان نزدیک قزوین نداره ها، همون بغل بلختون نقشه هم هست. خب میگه ببخشید از اجتهاد پهلو بر زمین بنسودند. بنسودند. مدتی بر این منوال مقاومت نمودند تا چون طولی خراسان را مسلم کرده با لشکرهای بسیار باز رسید. غلبه لشکر بسیار شد. طالقان را قهرن و قصرن بگشادند و از جانور در او هیچ چیز نگذاشتند و حصار و باره و سرای و خانه را خراب کردند. ناگاه خبر رسید که سلطان جلال الدین استیلای تمام یافته است و بر تکجوک و لشکری که با او بود مستولی شده. به تعجیل آهنگ اوب کرد و راه بر کرزوان بود. سبب ممانعت اهالی آن یک ماه آنجا مقام کرد تا آن را بگرفت و همان شربت که امثال آن چشیده بودند از قتل و نهب و تخریب به ناکام در کام ایشان ریخت. از آنجا کوچ کردند و به بامیان رسیدند. ارباب آن از باب مخاصمت و مقاومت در می آمدند و از هر دو طرف دست به تیر و منجنیق یازیدند. ناگاه از شست قضا که فنای کلی آن قوم بود، تیر چرخی که مهلت نداد از شهر بیرون آمد و به یک پسر جغتای رسید که محبوب ترین احفاد چنگیز خان بود.
در استخلاص آن استعجال بیشتر نمودند و چون آن را بگشاد یاسا داد که هر جانور که باشد از اصناف بنی آدم تا انواع بهائم تمامت را بکشند و از ایشان کس را اسیر نگیرند و تا بچه در شکم مادر نگذارند و بعد از این هیچ آفریده در آنجا ساکن نگردد و امارت نکند و آن را ماوابالیغ نام نهاد، فارسی آن دیه بد باشد و تا این غایت هیچ آفریده در آنجا ساکن نشده است و این حال هم در اوایل شهور سنه سمانه اشرب ستم هم به قبل پدرشون رو ولی بامیان موند آقا قصه نخور موند. آره موند منتها بعد اون وقت برادران چیزمون اومدن چنگیزه قرن بیستو چنگیزه قرن بیستو یکون. خب چنگیز خان از ذکر توجه چنگیز خان به حرب سلطان. چنگیز خان از طالقان تک تک و جمعی را از امراء لشکر نامزد به دفع کار سلطان جلال الدین فرستاد. چون سلطان به اغراق و غیر او از مردان آفاق مستحضر شده بود و بر لشکری که به دفع او نامزد سبب قلت عدد و قصور مدد مستولی گشته، چون خبر به چنگیز خان رسید روز شب پنداشت و در شتاب شب را روز می شدن و دو کوچه می رفت چنان که طعام نمی توانست بخورد. چون چنگیز خان به غزنه رسید خبر یافت که مدت 15 روز است تا جلال الدین بر عزم عبور آب سند از اینجا رفته است. مامایلواز را به باسقاقی ایشان تعیین کرد و خیشتن چون باد که میراند بر عقب او میرفت تا به کنار سند بدو رسید. لشکر پس و پیش او در گرفتند و از جوانب او محیط شدند و چند حلقه در پس یکدیگر به ایستادند بر مثال کمان و آب سند چون زه ساختند. چنگیز خان یاسا فرمود تا در مکابهت مبالغت کنند و جهد نمایند تا او را زنده به دست آرند و جغتای و اوکتای را نیز از جانب خوارزم در رسیدند. سلطان چون دید که روز کار است و وقت کارزار با اندک قومی که داشت روی به محاربت آورد. از یمین سوی یسار می شتافت و از یسار بر قلب می دوانید و حمل ها می آورد و صفهای لشکر مغول پاره پاره پیشتر می آمدند و مجال جولان و عرصه میدان بر او تنگ می کرد و سلطان بر مثال شیر خشمناک جنگ می کرد و هر سو که باره برانگیختی همی خاک با خون برامیختی. چون چنگیز خان یاسا رسانیده بود که او را دستگیر کنند، لشکر نیز به زخم نیزه و تیر مبالغت نمی نمودند. می خواستند تا فرمان چنگیز خان به جای آرند. جلال الدین خود پیش دستی نمود و پای برداشت و مرکبی دیگر در کشیدند. چون بر آن سوار شد حمله کرد و هم در تک بازگشت. چون برق بر آب زد و چون باد برفت. چنگیز خان چون دید که او خود را در آب افکند، لشکر مغول خواست تا خود را بر عقب او فرا آب دهد. چنگیز خان مانع شد و از غایت تعجب دست بر دهان نهاد. با پسران می گفت از پدر پسر چنین باید. چون اسفندیار از پسش بنگرید، بدان سوی رودش به خشکی بدید. همی گفت که این را نخانید مرد، یکی زنده پیل است با شاخ و برد. همی گفت و می کرد از آن سو نگاه، که رستم همی رفت جویان را. بل جمله هر کس از لشکر او که در آب غرق نشد به تیغ او کشته شد و حرم و فرزندان او را حاضر کردند. آنچه مردینه بودند تا اطفال شیرخواره را پستان منیت در دهان حیات نهادند و دایه از ابن دایه ترتیب دادند، یعنی به کلاغان سپردند. یعز و علینا ان یزل ابن دایه یفتش و ما زمت علیها شعون. یعنی گران می آید بر ما که قراب چشم مردگان را بکاوند. این هم از اون اسما که شما علاقه دارید دیگه، به کلاغ میگه ابن دایه. همون من سوالم همین بود. اون آره بالا این... پستان منیت در دهان حیات آدم و دایه از ابن دایه ترتیب دارن، یعنی کلاغ شد دایه شون. این هم مثل اون چیچی و ابن چیچی و هم نعوای ابن دایه. آره آره دقیقا دایه از ابن دایه ترتیب دادن، یعنی از کلاغ برای آنها دایه مهیا کردن. عجب صحنه ای. وای. این اون شعر آقای حمیدی شیرازی رو همه یادتونه دیگه، به مغرب سینما الان قرص و خورشید و اینا، که من یادم اول همین داستانه که سلطان محاصره شده و در نهایت به زن و بچهش میگه بزنید به آب که گیر نیفتید،
و خودش هم در نهایت میزنه به آب و چنگیز هم و آخر میاد وای میسته به فرزندان و یارون گفت چنگیز که گر فرزند باید باید انسان. این فکر کنم اینه، ولی خب توی اون شعر میگه که زن و بچه هاشو فرستاد تو آب که اینا گیر نیفتن، ولی خب اینجا آقای عطاملک داره میگه گرفتن بدم گرفتنشون بندگان خدا رو. بهت یه بار دیگه ترجمهشو میفرمایید لطفا؟ جایزو علینا چی؟ گران می آید بر ما که قراب چشم مردگان را بکاود. وای خدا. خب این مذمت علیها شؤونه ها یه معنی دیگه میده، که یعنی یه چیزیه برای چشم، خلاصه به یه مراد از این چشمان است. آره نمیدونم مذمت علیها شؤونه ها، شؤونه ها رگ اون شؤونه ها اون رگ های اشکیه که از سر به چشم جاریه. آها بعد این اینجا اینو داره میگه، این حالا چشم رو به چشمه اشک آره تشبیهش کرده. بر ما گران می آید که کلاغ چشم های مردگان ما بکاود. خیلی قشنگ تشبیهات اینجا و این تعجب چنگیز خان رو چقدر قشنگ نشون میده، میگه از پدر پسر چنین باید. اینجاست که میگم عطاملک واقعا دلش اینوریه، چه شکلی داره در مورد جلال الدین صحبت کنه. آره آره دیگه باشم به اسفندیار و رستم باشم. آره که رستم همین رفت جویان راه، اصلا به رستم تشبیهش کرده اونو دیگه، ته ایرانیگریه دیگه. خب من واقعا حالم گرفته شد، این چیز تشبیه کلاغ به دایه واقعا وحشتناکه. خب و چون مال و نعمتی که با سلطان بود بیشتر نقدیات از زر و نقره بود، آن روز فرمود تا در آب ریختند، غواصان را در فرستادند تا آنچه ممکن بود از آب بیرون آورند. و این حال که از عجایب ایام بود، در رجب سنه سمان اشرب ستم واقع شد و فی الامثال اشرجبن تر عجبا، یعنی در ضرب المثل هاست که ماه رجب را با او زندگی کن تا وقایع عجیب ببینی. و چنگیز خان بر لب جیهون روان شد و اوکتای را از آنجا بازگردانی تا با غزنه رفت و ایشان خود ایل بودند. بفرمود تا تمامت خلایق را به شمار از شهر به صحرا آورند و آنچه محترفه بود از آنجا گزین کرد و باقی را به قتل آوردند و شهر خراب کردند و قطقون این را بر سر اسیران و صناع بگذاشت تا آن زمستان در آن جایگاه مقام کردند و اوکتای بر راه گرم سیر هرات بازگشت و چنگیز خان به کرمانشاه که سلطان جلال الدین از آب گذشته است و کشتگان را در خاک کرده، جغتای را در حدود کرمان بگذاشت. چون سلطان را نیافت بر عقب او برفت و آن زمستان هم در حدود بوی کتور شهری است از اشتقار مقام کرد و حاکم آن سالار احمد کمر انقیاد برمیان بست و از ترتیب علوفه لشکر آنچه ممکن بود به جای آورد و سبب عفونت هوا اکثر حشم رنجور شدند و قوت لشکر ساقط گشت و اسیران بسیار با ایشان بود و در آن حدود بردگان هنود نیز گرفته بودند. این هنود هم از اون جمعای جالب هند، جمع آره. هندی مثلا اتراک در... و فیول و از این آره. چنان که در هر خانه 10 اسیر یا 20 بود و سازگاری علوفه از پاک کردن برنج و غیر آن تمامت اسیران می کردن و هوا موافق مزاج ایشان بود. چنگیز خان یاسا داد که در هر خانه هر اسیری 400 من برنج پاک کنند، به تأجیل تمام در مدت 1 هفته از آن فارغ شدند. بعد از آن یاسا داد که هر اسیر که در لشکر است تمامت را بکشند، آن بیچارگان را خبر نه. شبی که بامداد بود از جماعت وسرا و هنود اثر نمانده بود و هرچه به نزدیکی آن بود تمامت ایلچیان فرستادند و ایل کردند و ایلچی به نزدیک رانا فرستاد و اول ایلی قبول کرد، بعد از آن ثبات ننمود، لشکر به فرستاد او را بگرفتند و بکشتند و لشکر به محاصره عراق و قلعه که تحصن کرده بودند به فرستاد و چون لشکر صحت یافتند چنگیز خان را اندیشه مراجعت مصمم شد تا از راه هندوستان به بلات تنگوت در رود و چند منزل برفت. چون راه نبود بازگشت و به فرشاور آمد و
و به همون راه که آمده بود مراجعت نمود. عجب بابا عجب. من دارم فکر می‌کنم اینه که اسم بچه‌اش نمی‌ذاشتن چنگیز، واقعاً چی می‌کشیدن ایران؟ یه پسره توی همکلاسی های ما بود، اسمش بود جغتای، من خب بدم میامد از اسم گذاشته بابا سوش. ما یه همکلاسی داشتیم اسمش چنگیز بود، بعد داداش کوچیکش ابوالفضل بود. خیلی جالب بودم. حالا یه الان یادم اومد که یکی از پسرهای رضا برهانی اسمش از اوکتای براهنی. رضا برهانی. نمیدونم رضا برهانی هم فاز جالبی داره. خب نمیدونم فرزانه میخونی یا زهرا؟ بعدش دیگه با من نبود. آها. من میتونم بخونم، مشکلی نداره. اگه کسی دیگه داوطلبه میتونه بخونه، منم هستم. فرق نمیکنه به حال من. بخون خودت بنظرم. ذکر مراجعت چنگیزخان. چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید، سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست. و هنگام اسحار بر اقصان اشجار، بلبلان بر موافقت پاختگان، فاختگان و قماری شیون و نوهگری آغاز کردند و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انبار و ازهار در بساتین و متنزهات میکش و غمگسار بودندی، سحاب از دیده ها اشک میبارید و میگفت باران است و غنچه در حسرت قنجان از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرا مینمود که خنده است گل بر تأسف گلرخان بنفش ازار جامه چاک می کرد و می گفت شکفتم سوسن در کسوت سود باران ازرق می پوشی و اغلوته می داد که آسمان رنگم سر و آزاد از تحلف هر سرد قامتی خوشرفتار به مدد آه سردی که سبا هر سهرگاه بر می کشید پشت دوتا می کرد و آن را تبختری نام نهاده بود و بر وفاق او خلاف از پریشانی سر بر خاک تیره می نهاد و از قصه روزگار خاک بر سر می کرد که فراش چمنم صراحی قرقره در گلو انداخته و چنگ و رباب را آواز در برگرفته. چقدر قشنگ بود این تیکه. قشنگ من در عشقم در میاد. خیلی یعنی ببینید همشون داشتن ادای خوب بودن رو در می آوردن. آره بعدم نه بعدم میدونی مثلا چیزاییه که این شکفتن قنچه و خرامان رفتن سر و اینا همه چیزاییه که شاعرها خیلی تو شعرشون استفاده میکنن. این همه رو میاد معکوس میکنه، بیا آقا اینا ادا داشتن در میبودن، همهش از قصه بود. به هر حال بهار شده بوده دیگه، طبیعت این اتفاقات درش میفتده. ولی بهاری بوده که چنگیز با خودش آورده. آره اولین بهاره بعد از چنگیزه. بله. نگه کن سهرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی، همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زو یادگار. کس لب به طرب به خنده نکشود امسال، و از فتنه دمی جهان نیاسود امسال. در خون گلم که چهره بنمود امسال، با وقت چنین چه وقت گل بود امسال. آقا خون گریه کنیم. بابا آقا فقط یه سوال خیلی قشنگ بود، اغلوته یعنی چی؟ مثل غلط اندازی، از غلط میاد، این از همون جماست اغلوته. مثل آره اشوگری، غلط اندازی. آها. فریب دادن مثلا. چنگیز خان از فرشاور عزیمت مراجعت با مسکن اصلی به امضا رسانید و سبب تعجیل در مراجعت آن بود که خبر رسید که خودتاد و تنکود از امتداد غیبت چنگیز خان متردد رأی شدند و در ایلی و اوسیان متبدد گشته. متبدد یعنی پرکنده. بر راه کوههای بامیان رفت و به اقروقی که در حدود بغلان گذاشته بود و تابستان در آن مراتع مقام کرد تا چون فصل خریف در آمد باز در حرکت آمد و بر جیهون ابرکت. یعنی داشت میرفت برگشت چون که متوجه شد که خطای تنکود فکرشون پریشان خاطر شده، در ایلی و اسیان متبدد گشتند. دوباره اون جماعتی که باهاشون چیز شده بودن دوباره بر علیهشون شورش کردن. اینم دوباره برمیگرده. اقروق چی؟ باروبونه. باروبونه. و بعد از عبور تربای تقبا
و بعد از عبور تربای تخشی را بازگردانید بر عقب سلطان و آن زمستان در حدود سمرقند مقام کرد و به استحضار پسر بزرگتر توشی ایلچی فرستاد تا او نیز از دشت قفچاق روان شود و سیدی که بیشتر آن گورخر بود براند. و جغتای و اوکتای به تماشای سید قوقو به قراگول آمدند و آن زمستان به تماشای سید مشغول بودند و هر یک هفته جهت چنگزخان نشانی شکاری 50 شتربار قوقو می‌فرستاد. قوقو اسم یه پرنده است. تا چون سید نیز نماند و زمستان به آخر کشید و آثار ربیع ربا گلزار شد و دیار دسار انواع ازهار در سر گرفت، چنگزخان نیز عزیمت رحلت و نقلت به امضا رسانید، یعنی جا به جا شدن. در آب فناکت تمامت پسران به خدمت پدر مجتمع شدند و قورلیتای ساختند و از آنجا روان گشتند تا به قلانتاشی رسیدند. و از جانب سال گذشت، یعنی یه بهار و کلن یه سال گذشت شد بهار بعد، درسته؟ بله. و هیچ حمله خاصی نیست، تو سمرقند مستقر شدن که سلطان برنگرده و این طرف هم سید میکنه. منتظر شدن تا تمام پسرها از همه جایی که گرفته بودن بیان و قورلیتا همون مجلسه که جهت مشاوره و مصلحت اندیشی بود و اونجا برقرار کنن. یعنی اینقدر منتظر شدن که یک سال گذشت ولی تمامت پسران به خدمت پدر مجتمع شدن تو اون یک سال و حالا قورلیتا انجام شده. کجا بودیم بچه ها؟ در اونجا سیدن برسیشانه قبل از اینکه بخونیم دسار یه جور لباسه، درسته؟ کجایید؟ دسار انوار و ازهار و دیار دسار انوار و ازهار در سر گرفت. بهار شد دیگه. آره. میدونم اون مدثر که توی قرآن همین دسار باید باشه، مدثر فکر کنم میشه گیلیم یا پتو مثلا. آره تا ای گیریم بر خود پیشیده ها؟ بله. دسار و شعار رو با هم میارن. آره نوشته جامعه بر تن و آن بالای شعار باشد از جامعه ها. شعار هم یعنی اونم در اصل یعنی لباس، لباسی که دسار این لباسی که روی لباس های دیگر بر تن کنند، مانند جبه و عبا، رو پوش، بالا پوش، لباس رو. شعار فکر میکنم این لباس زیر، دسار یعنی لباس رو. لباس رو. خب پس یه سال اونجا دیگه آدم نکشتن و دیگه هرچی بود کشته بودن. یه سال اونجا اقامت کردن تا همه برسن و قورلیتای ساختن. و از آنجا روان گشتن تا به قلانتاشی رسیدن و از جانب دیگر توشی در رسید و به خدمت پدر آمد. از جمله پیشکش ها 20,000 اسب خنگ بود، بکنم سفید میشه خنگ دیگه، که پیچکش پدر کرد. از دشت قفچاق چنان که اشارت رفته بود گله های گورخر شکل گوسفند براندند. حکایت گفتند که گورخران را که سم سوده میشده است نل میبستند تا به موضعی رسید که ابوغا گویند. از این جانب نیز چنگیز خان با پسران و لشکر به تماشا برنشستند و گورخران را در میان کردند و شکار کردند و از غایت خستگی چنان گشته که به دست می گرفتن. چون از گورخران انقدر خسته می شدن تو میدان که خیلی راحت می توستن با دست شکارشون کنن. چون از شکار ملول شدند و آنچه باز پسمان لاغر بود هر کس داغ خود نهادند و رها کردند. مشخصه؟ خستگی بابت دووندنشون بوده یا بابت اینکه نعل می زدن؟ بهشون راحت دووندنشون بوده، انقدر می دووندنشون تا به راحتی به دست می اومدن. بعد دیگه از اینم که خسته شدن یه سری گورخر اون وسط مون، اون گورخرایی که اون وسط بود هر کس که میتونست میگرفت یه داغ روش میزد اون گورخر برای اون میشد. این رسم چیز بوده دیگه، رسم بهرام گور بوده دیگه که شکارشو نمیکشته، داغ میزده ول میکرده. فل جمله تابستان در قلانتاشی مقام ساخت و در آن مقام جمعی از عمرای ایغور را بیاوردند و سبب گناهی که کرده بودند بکشتند و از آنجا روان شد و در بهار به اردوی خیش نزول کرد. بخوانم؟ بخوانم. ذکر رفتن توربای تقشی به طلب سلطان جلال الدین. چون جغتای بازگشت و سلطان جلال الدین را نیافت، چنگزخان توربای تقشی را با 2 تومان لشکر مغول نامزد کرد
تا بر عقب او از آب سند بگذشت تا به کنار بیه رسید و بیه ولایتی است از هندوستان که قمرالدین کرمانی داشته بوده است. یکی از امرای سلطانی بر او مستولی شده بود و قلعه بیه را که از حصن‌های محکم بود مستخلص گردانید و کشش بسیار کرد و متوجه مولتان شد و در مولتان سنگ نبود. بفرمود تا از آنجا حشر براندند و از چوب عمدها ساخت قایقها و به سنگ منجنیق پر کرد و بر آب انداختند. چون آنجا رسید منجنیق بر کار کرد و از باره بسیار بینداخت و نزدیک رسید که مسلم شود. شدت حرارت هوا مانع مقام آمد و تمامت ولایت مولتان و لوهاور را غارت و کشش کرد و از آنجا بازگشت و از آب سند بگذشت و با غزنین آمد و بر عقب چنگزخان روان گشت. ذکر یمه و سبتای بر عقب سلطان محمد. چنگزخان چون به سمرقند رسید و بر مدار آن حلقه کشید، خبر شنید که سلطان محمد از آب ترمز گذشته و اکثر لشکر و اعیان و وجوه حشم را در قلاع و بقاع پراکنده کرده است و با او زیادت مردی نمانده و او خایف و متوضع ضمیر از آب گذشت. متوضع ضمیر یعنی با خاطری پریشان. چنگزخان گفت متوضع ضمیر. بله بله. متوضع یعنی پریشان. بله. اوکی. چنگزخان گفت پیش از آن که از شزاز لشکر باز بر او جمعیتی گرد آید و از اطراف اشراف به دو پیوندند و مدد او دهند، کار او باید ساخت و دل از او بپرداخت و از سروران و عمرا یمه و سبتای را گزین کرد تا بر عقب او بروند و از لشکر که با او بودند به نسبت تعیین کرد 30,000 مرد که هر یکی از ایشان و 1,000 مرد از لشکر سلطان گرگی و رمه گوسفند، جذبه آتش و نیستانی خشک بر معبر پنجاب بگذشتند و مانند سیل که از کوه عزم وادی کند بر پی او پویان بود و پرسان برسان دود می شتافتند. به ابتدا به بلخ رسیدند. مشاهیر بلخ ببخشید من فکر میکنم شاید بهتر بود اینجوری میخونیم. گرگی و رمه گوسفند، جذبه آتش و نیستانی خشک بر معبر پنجاب بگذشتند و مانند سیل که از کوه بلا بلا بلا. ها؟ آره من چجوری خوندم؟ پشت سر هم خوندم؟ ها نمیدونم، من یه جور دیگه شنیدم اول متوجه نشدم. من هم همینجوری شنیدم، فکر کنم فرضاً همینجوری خوندم. اوکی. یعنی گرگی بر همه گوسفند ویرگول چیز دیگه. بله. توصیف واقعیته. بله. اوکی. اوکی. آره نه چون خودم هم ویرگول دارم فکر کنم با ویرگول خوندم. به ابتدا به ابتدا به بلخ رسیدند. مشاهیر بلخ جمعی را پیش ایشان باز فرستادند و ترقوعی و نزلی بداد. ایشان را زحمتی نرسانیدند و شحنه‌ای بدیشان دادند و از آنجا قلاووز و دلیل ستدند و در مقدمه تایسی از امیران مغول تایسی را بر سبیل یزک روان کردند. چون به زاوه رسیدند علوفه خواستند. اهل زاوه دروازه در بستند و به سخن ایشان التفات نکردند و هیچ چیز ندادند و چون مستعجل بودند توقف نکردند و براندند. اهالی چون علم ایشان بدیدند که از ایشان درگذشت و پس پشت بدیدند، از روی سرسبکی از حصارها دست به ضرب طبل و دهل بردند و به فحش و شتم دهان بگشادند. اینا فکر کردن رفتند. مغولان چون استخفاف ایشان مشاهده کردند و آواز ایشان بشنیدند بازگشتند و بر هر سه حصار به محاربت پای افشاردند و نردبانها بر دیوار راست کردند. روز سیوم را وقت آنکه جام افق از خون شفق مالامال شد بر سر دیوار رفتند و هر کس را که دیدند زنده نگذاشتند و چون فرصت مقام نداشتند آنچه حمل آن ثقل بود بسوختند و بشکستند. و اول پیاده‌ای که روزگار بر رقعه جفا فرو کرد و نخست بازی که از زیر حقه گردون دغاپیشه بیرون آمد آن بود. گویی آن کوشش و کشش سررشته حوادث ایام و کوارث روزگار. کوارث رو دارم درست میخونم؟ کوارث روزگار نافرجان بود. اولین باری که این کلمه رو میبینم. کوارث کس مصیبت‌های بزرگ. کوارث جمع چیه؟
از آن آوازه در خراسان زلزله و از استعماع آن حالت که مثل آن نشنیده بودند ولوله افتاد. خب ببخشید یه لحظه، این الان چی داره میگه؟ داره میگه این چه اتفاقی بود که دیگه خیلی اتفاق عجیبی بود؟ اما متوجه نشدم. اینجا دیگه داره بدبختی سلطان محمد رو میگه. قلعه آره، اینجا دیگه جاییه که دیگه تقریبا دارن سلطان محمد رو گیرش میندازن. آها، چون که دیگه شاه رو دارن گیر میندازن دیگه میخواد، درسته، به خاطر اینه که دیگه بازی که از زیر حقه گردون و دغال پیش بیرون آمد آن بود. یعنی اول از اینجا اصلا شروع شد، حالا باید در ادامه بخونیمش. اون حوارث جمع کارس ببخشید من این مسببات اندوه سخت ببخشید تا من بخواستی بگی. آره جمع کارس، کارس چی میشه؟ اون مسببات اندوه سخت، آن چه سبب غم و اندوه سخت شود. یعنی عاملش، نه خود غم و اندوه. یمه و سبتای اوایل ربیع الاخر سنه سبع عشر و سبتمعه به نیشابور رسیدند و ایلچی به نزدیک مجیر الملک کافی رخی و فرید الدین و ضیاء الملک زوزنی که وزرا و صدور خراسان بودند فرستاد و ایشان را به ایلی و اتباع فرمان چنگزخان خواند و التماس علوفه و نوز کرد. سه کس را از اوساط و ناز، یعنی مردم عادی، نزدیک او فرستادند با نزل و پیشکش و قبول ایلی سرزبانی کردند، یعنی زبونی قبول کردند. یمه ایشان را نصیحت ها گفت تا از مخالفت و مخاشفت اجتناب نمایند و به هر وقت که مغولی یا رسولی برسد استقبال نمایند و بر حصانت سور و کسرت جمهور اعتماد نکنند تا خانمان محصون مانند و بر سبیل علامت به خط اویغوری التمقاء مهر سرخ مغولی دادن و از یلیق چنگزخان سوادی بدادن. ببخشید این یه تیکه برای من حذف شده انگاری. از یلیق رو دارم درست میخونم، شما هم همین رو داری؟ یلیق، بله بله. و از یلیق چنگزخان سوادی بدادن. یلیق چی بود؟ داشتیم اینو. دستور. بله. مضمون معنی و مقصود آن بود که امیران و بزرگتران و رعیت بسیار چنین دانند که همه روی زمین از آفتاب برآمدن تا فرو شدن به تو دادم. هر کس که ایل می شود بر خود، زنان و فرزندان و اهل رحمت کرده باشد و هر کس که ایل نشود با زنان و فرزندان و خیشان هلاک شود. بر این جملت مکتوبات بنوشتند و اهالی شهر را به مواعید مستحضر کرد و روان شد. یمه از نیشابور بر راه جوین روان شد و سبتای از راه جام به توس رسید و هر کجا به ایلی پیش می آمدند ابقا می کرد. جوین هم احتمالاً همین ولایت خود عطامدک بوده دیگه. بله احتمالاً. و هر کس سرکشی می نمود مستأصل می گردانید. قرای شرقی توس نوقان اسم یه روستاست و آن ربع ایل شدند. حالیا خلاص یافتند و از آنجا به شهر رسولی فرستادند و مزاد جوابی ندادند، یعنی مطابق شاید باشه قرای شرقی توس نوقان و آن ربع ایل شدند. قرای شرقی توس نوقان و آن ربع ایل شدند. آره. حالیا خلاص. نوقان چی بود؟ نوقان هم یک کلمه مغولی اسم یه روستا بود. بابا نوقان کلمه هستش انجاش. آها هستش. من یه خب خیلی خوب. من فکر می‌کردم نوقان هم یه چیز مغولیه. باشه. خیلی خوب. بر مزاد جوابی ندادن، یعنی مطابق میل اونها جوابی به اون رسول که فرستاده بودن ندادن. در شهر و دیه ها که در جوار آن بود قتل به افراد کردن و چون به رادکان رسیدن اسم شهره خزرت مرغزار، خزرت که میشه سرسبزی و انفجار عیون جوشش چشمه ها ستای را خوش آمد. آن جماعت را آسیبی نرسانید و شحنه ای آنجا بگذاشت و چون به خبوشان، اسم امروزیش قوچانه، و چون به خبوشان رسید سبب عدم التفات کشش بسیار کردند و از آنجا به اسفراین آمد و در اسفراین و اتکان نیز قتل کردند. اینجا واقعه خراسان داره شکل میگیره، این که میگه چه عذاب بزرگی میخواد پیش بیاد، داریم به اونجا میرسیم احتمالا. و
و یمه از راه جوین سوی مازندران انان برتافت و سبتای از راه قمش بشتافت. یمه در مازندران خلق بسیار بکشت، به تخصیص در آمل، به خصوص در آمل. آنجا کششی عام کرد و قلاعی را که حرم سلطان در آنجا بودند لشکر به محاصره آن بنشان تا بگرفتند. و سبتای به دامغان رسید. مهتران ایشان پناه به گرد کوه بردند، جماعتی رنود بماندند، به ایلی رضا ندادند. شب هنگامی بیرون آمدند و بر در حصار کوشش کردند و از هر دو جانب معدودی چند کشته شد. از آنجا به سمنان رسیدند. در سمنان بسیار خلق بکشتند و در خار ری همچنین. خار؟ آره اسم مکانه. تو بیهقی هم داشتیم. اون گرد کوه هم اسم یه جاییه. گرد کوه نیست انگار. پناه به گرد کوه بردن؟ گرد کوه بردن. آره. یه جایی تو همون تبرستان. اوکی. مرسی. و چون به ری رسیدن قاضی سه نقطه. و چند کس پیش آمد و ایل شد. و از آنجا چون بدانستند که سلطان به جانب همدان رفته است، یمه بر عقب سلطان به تعجیل رفت و سبتای به جانب قزوین و آن حدود. و چون یمه به همدان رسید، علاءالدوله همدان ایل شد و خدمتها از مرکوب و ملبوس و نزل از معکول و ذبایح و مشروب بسیار فرستاد و شحنه بستد. چون سلطان منهزم شد، بازگشت و با همدان آمد، به همدان آمد. و چون خبر رسید که در سجاست جنبی انبوه از لشکر سلطانی جمع شده اند، مقدم ایشان بکتکین سلاحدار و کوچبغا خان متوجه ایشان شد و ایشان را نیست کرد و بلاد و نواحی عراق را بیشتر کشش و غارت کردند و از آنجا به اردبیل رفتند و به محاصره مستخلص کرد و قتل و نهب. و چون فصل زمستان بود به موغان رفتند و زمستان آنجا بودند و آن سال از کسرت وقوع سلوج ترق مسدود گشته بود. سلوج برف. جمال الدین ایبه و جمعی دیگر در عراق باز فتنه و آشوب از سر گرفتند و عصیان آغاز نهادند و شحنه را که در همدان بود بکشتند و علاءالدوله را سبب ایلی بگرفتند و در قلعه تلفظ این پایین نداره شماره هفت چی علی ترتب شما من قلعه کریت دارم شما چه قلعه ای دارید؟ آره ما همینو داریم تلفظشو نمیدونیم چیه من هم نمیدونم محبوس کرد بچون کریت دهستانی توی سمت اهواز حالا نمیدونم اونه یا نه توی ده خدا کریت نوشته احتمالاً سمت همدان و ایناس شاید اون باشه نمیدونم. و چون وقت بهار آمد یمه بر انتقال قتل شحنه به عراق آمد. جمال الدین ایبه هرچند به ایلی پیش آمد فایده ای نداد. او را با جمعی دیگر بکشت و از آنجا برفتن و تبریز را ایل کرد و مراقب و نخجوان را و آن بلایات را تمامت کشش کرد و اتابک خاموش به ایلی پیش آمد. او را کاغذ و التمقا داد اما نامه و از آنجا به اران آمدند و بیلقان را بگرفتند و بر راه شربان روان شد. شربان. و چون به دربند رسیدند و کس نشان نداده بود که هیچ لشکر از آنجا گذشته باشد یا به حرب شده، حیلتی ساختند و از آن بگذشتند و لشکر توشی در دشت قفشاق و آن حدود بودند. به دیشان متصل شدند و از آنجا به خدمت چنگز خان رفتند. و از تقریر این حکایت غلبه و قهر ایشان معلوم می شود، بلکه قدرت و هو القاهر و فوق و عبادهی و اوس قاهری بالاتر از تمام بدن بندگان خیش. محقق و مقرر گردد که از لشکری فوجی بیاید و بر چندین ملک و ملک سلاطین زند و چهار جهت دشمنان و مخالفان که هیچ آفریده را مجال ممانعت یا مقاومت نباشد. این جز انتهای دولتی و ابتدای دولتی نتواند بود. خب میخوایم تا همینجا باشه ها؟ باشه باشه.
پس اونی هم که سر زاوه گفت که این شروع شد و اینا، منظورش کل این یورش عظیم بوده به ایرانو که آره دیگه، این فوجی که میاد از خراسان شروع میکنه گرفتن، میره خزر رو دور میزنه از اون ور برمیگرده. حالا هنوز نرسیدن تازه به خراسان، ما تازه رسیدیم. نه اصلا تازه، ببین سرفصل بعدی ذکر استخلاص طولی خراسان را بر سبیل اجمال، تازه میخواد این واقعه بزرگ اتفاق بیافته. کوچولوهاشون اومدن یه سر ترخیم. آره. فوجی از لشکری اومدن اینجوری زدن و رفتن. آره خیلی هم سریع شمال جنوب میرفتن. همون این سرعت این صبح‌تار خیلی موجود عجیبی بوده. من یه موقعی چند وقت پیش تاریخ مغول خودم میخوندم، خیلی یک دو سال پیش. مثلا ببین مثلا امروز بلغارستان بوده، دو هفته بعد برمیگشته مغولستان، پس فردا میگفتن حالا پاشو برو مثلا ری. اصلا انگار زمین واسش بود مکان براش مترتب نبوده. نه با چه سرعتی اینا حرکت میکردن. من یه جایی رو می‌دیدم که اینا به خاطر اینکه خیلی هم سری میرفتن، این لایه‌های پوست اسب رو میبریدن زیر زینشون میذاشتن، بعد همجور که حرکت میکردن از اون زین میکندن و میخوردن. آره من شنیدم اینو، یه همچین چیزی از اونشون هم اینجوری بوده. آره یه اسبای خاصی هم داشتن. عجب.